نیشابورک، ردیف میرزا عبدالله. نیشابورک که میتونیم دو تا سرمنشأ برای نام اون پیدا کنیم، یکی شهر نیشابور و دیگری نواشاپور یا نیشاپور هست، که اگر نیشابور رو بخواییم در نظر بگیریم، نیشابور همون نیوشاه پوهر بوده، شهر نوساخته ای که توسط شاهپور ایجاد میشه. اما نیشاپور یا نواشاپور یا نشابور، نشابورک، نشاپورک، نیشاپورک و نشاورک از نام هایی هست که اون رو به شاید به نوایی از شاهپور نسبت میده. از شعبه های 24 گانه موسیقی پیشین ایران هست، بسیار مشهور این گوشه و در عرف اهل عمل موسیقی نام دیگر خوزی بوده، این رو بنایی میگه. نیشابورک شعبه‌ای از مقام اصفهانه که دارای 6 نغمه و 2.5 بانگ هست و دو گوشه زیرکش خاوران و عراق رو هم در دل خودش داره و امروزه هم میبینیم که این حالت تا حد زیادی وجود داره. به عنوان نمونه، وقتی ما در ماهور نیشابورک رو اجرا میکنیم، به نوعی خاوران رو که بین نوت سل و لا بوده به زیر میکشیم. اگه پایین اجرا کنیم از منطقه خاوران بریم به زیرتر حرکت میکنیم، زیرکش خاوران. و عراق هم باز در همین ناحیه قرار میگیره. بنابراین این نیشابورک به این دو گوشهی که در قدیم از دل اون بیرون میومدن همکنون هم نزدیک هست. در اصفهان کسی کو گردد آگاه، به نیریز و نیشابورک برد راه. همچنین نیشابورک سرکار یا نیشابورک سارکار یکی از گوشه های شعبه دوگاه بوده. امروز اما نیشابورک در دستگاه نوا و ماهور اجرا میشه. صاحب کتاب انجمن آرا می نویسه که نام نوایی است در موسیقی و نام شعبه است از نوا که نوا شاپور نام دارد. تصنیف نیشابورک از تصانیف قدیمی ساخته هادی دیلمی با این شعر آغاز می شده: مرا گفتی چون من یاری نداری، تو هم چون من گرفتاری نداری، چه دانی حال زار بیدلان را، که بر دل داغ دلداری نداری. همچنین صلحی در ردیف خودش از نام نیشابورک متصل استفاده میکنه برای نیشابورک، همون نیشابورک. نیشابورک در نوا از درجه اول آغاز میشه، یعنی اگر نوای دو رو در نظر بگیریم از دو آغاز میشه و بعد روی درجه سوم که همون حالت سوم کوچک هست، پرده، نیم پرده بین دو تا میبه فاصل است، شکل میگیره و بعد به فرود نوا میاد به این شکل. حرکت آغازین نیشابورک معمولا شبیه به حصار چارگاه است. حصار چارگاه در مثلا نیشابورک هم میشه. فیگور و مدل جمله بندی به یک شکل تقریبا ایفای نقش پیدا میکنه. وزیری همچنین میگه داره این دو نیم پرده است نیشابورک و محسوس برای اون وجود نداره و معرفی جهت گام کوچکی تئوریک. اما من با تحقیق در مورد این گوشه به این نتیجه رسیدم که ما در هر حال اگر
یک فاصله تنینی بقیه و تنینی داشته باشیم و از نوت اول فاصله تنینی تنینی اول به سمت نوت آخر تنینی دوم حرکت کنیم و روی نوت دوم بقیه ایست کنیم و اون رو به عنوان شاهد قرار بدیم نیشابورک ایجاد بشه. با این تعریف یعنی من به طور کلی مثلا از لا به ره حرکت کنم و رو دو ایست کنم، این حالت نیشابورک. شما ببینید حالا میتونم اینا رو توسعه بدم، مثلا در ماهور لا لا سول لا سول لا سول لا با نوت قبل سول برم و بعد معمولا برم میگردیم در قسمت اول. در نوا هم همینطوره، از دو که ما میخواییم بالا عنوان نوت اصلیمون حرکت کنیم، نوت اول فاصله بقیه اول، چون ما در نوای دوره یه تنینی داریم یه نیم بقیه داریم دوره یه تنینی، حالا میتونیم از نوت قبل از نوت اول که همون دو باشه میشه سی شروع کنیم و نیشابورک رو شکل بدیم. حالا در اینجا هم ممکنه برگرده. با این تعریفی که من ارائه کردم ما در دو حالت میتونیم نیشابورک رو داشته باشیم، جایی که دانگ دشتی داریم و جایی که دانگ ماهور داریم. چون در دانگ ماهور و دشتی این فاصله تنینی و بقیه وجود داره، مثلا در ماهور دنگ ماهور سول لا سی به کار دو داره این فاصله تنینی و بقیه هست و دنگ بعدی اون که باز دو ره می فا هست داره یک تنینی هست که بعد از این بقیه قرار میگیره. در نوا هم به همین شکل، ما اگر یک دنگ نوای دو ره می به مرفا داریم داره یک فاصله تنینی و بعد بقیه و بعد تنینی هستیم. کوک ما دو سول دو هست، سیم اول برابر با بی بمول یا ای دی اس در تیونر کوک شده. از لا جمله اصلی نیشابورک رو شروع میکنیم. لا سول 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 دو کمان ریز داریم، بعدش میگیم دو سی دو ره دو سی لا. این پنجه ما رو به سمت لا برمیگردونه، از محور ره به لا ما داریم برمیگردیم به لا، مثل همه حالتی است که گفتیم در اکثر گوشه های چون به یه منطقه میریم سریع فرود میریم منطقه اول و دوباره معرفی میکنیم. حالا دوباره نیشابورک شروع میشه. لا لا سول لا سول لا، راست چپ راست 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 راست
اول تند هست، بعد کمی کند میشه، باز کندتر. سولا 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 ره دو. که این مجموعه رو میتونیم بگیم تحریر زنگ شتره، چرا که تحریر زنگ شتر به این شکل بود. حالا این از این قسمتش استفاده کرد. بنابراین میتونیم این قسمت تحریر زنگ شتر بدونیم. بعد از این جمله، جمله تحریر نیشابورک، من اسمشو گذاشتم تحریر نیشابورک. ببینید سی دو ره میره 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 راست راست شب راست شب راست شب راست شب راست 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 راست. دوباره تحریر نیشابوره با یک کمی خلاصه شدن اجرا میشه. سی دوره میره 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 اینجا به جایی که بگیم میر میره میگه میره دوره 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 دوره. حالا تحریر چکشی رو داریم. ما معمولا تحریر چکشی رو به این شکل دوریم، ره دور 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 دوره. حالا داره یه ذره رو این دو بیشتر میمونه، ره دور 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 دور. یه پله عقب‌تر دو سی 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 دو، و یه پله باز عقب‌تر سی لاس 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 سی، و به سمت سول میره لا سول. دوباره جمله نیشابورک رو داریم. لا لا سول لا سول لا سول داشتیم. سی دو رم دو. این همون تحریر نایب اسدالله است. تحریر نایب اسدالله رو به این شکلی بودیم قبلا. سی دو رم دو سی دو رم دو رم دو سی لا سی. حالا این از قسمت اولش ایده گرفته. سی دو رم دو راست شم راست اشاره ریز. حالا تحریر نایب اسدالله با تحریر دو تا یکی بس پیدا میکنه. سی دو ره می دو ره می دو ره می دو تا یکی، دو تا راست یه دون چپ. سی دو ره می دو ره می دو ره می دو ره می دو سی دو ره می دو ره می دو ره می دو ره می فا سول. انگشت اول می دو فا فا لا سول فا می ره می فا. انگشت اول می دو می. اینجا یک تحریر به نوعی زیر و رو هست، ما رو به سمت بم و زیر میبره. فالا سول فا میره میفا راست شب راست 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 راست. اولش هم با دو را میتونه شروع بشه. انگوش اول میروی می میفا، هم یه پله عقب در می سول فا میره دو ره می ره فا میره دو راست شب راست راست راست. حالا همین پنجه کوچک میشه، میشه فا میره دو راست شب راست راست. و بعد از این ایده میگیره تحریر مقطع و با حالت تحریر عد شبیه به تحریر عد اجرا میکنه. سول فا میره راست شب راست راست، فا میره دو راست شب راست راست. انگوش سوم میاد روی لا، لا سول فا می، همین یه پله یه پله میاد عقب. سول فا میره دو میره دو سی ره دو سی لا دو سی لا سول. و جمله پایانی سول سی دو ره دو سی ره ره دو سول دو. پس ببینیم نیشابورک از لحاظ فضا بهتر بود که در این قسمت پایین اجرا بشه که با درآمد کمی تفاوت پیدا کنه و در منطقه زیرکش خاوران و خاوران و عراق اجرا بشه، چون در قدیم هم به این شکل بوده، اما در اینجا اومده یک اکتاو بوده بمتر. ما پس باید این رو در این پایین اجرا کنیم، بهتر بود که به این شکل باشه.